سرلشکر منوچهر خسروداد، آخرین فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران. من چند روز پیش خدمت پادشاه شرفیاب شدم و اجازه خواستم که ما در برابر آشوبگران بایستیم. پادشاه مرا به نزدیک میز کارشان بردند. نقشه‌ای کروی شکل را نشانه گرفتند و آن را چرخاندند و روی نقشه ایران نگه داشتند و خطاب به من فرمودند: اینجا کجاست؟ به عرض ساندم: قربان، ایران است. پادشاه فرمودند: من این سرزمین را بدون مردمش نمی خواهم. تیمسار سرلشکر خسروداد، نقل از بخش ششم خاطرات مرتضی لطفی. سرلشکر منوچهر خسروداد آخرین فرمانده هوانیروز شاهنشاهی ایران بود که پس از پیروزی انقلاب ایران و به دلیل احتمال بروز کودتا علیه انقلاب جزو نخستین گروه افسران عالی رتبه ارتش شاهنشاهی بودند که در 26 بهمن 1357 در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شد. منوچهر خسروداد در 29 آوریل 1975 یعنی در اردیبهشت ماه 1354 موفق شد همراه با کلم ای بیلی، خلبان آزمایشگر ارشد شرکت بل هلیکوپتر، 5 رکورد جدید پروازی را با اولین فروند از مدل تولیدی بل 214 به ثبت برساند. هلیکوپتر آنها که 3 روز قبل به ایران تحویل داده شده بود در 1 دقیقه و 58 ثانیه به ارتفاع 3000 متری رسید. پس از 5 دقیقه و 13 ثانیه در ارتفاع 6000 متر از سطح دریا قرار گرفت، در 15 دقیقه و 5 ثانیه از 9000 متر عبور کرد و 30 ثانیه در ارتفاع 9010 متری دوام آورد و بیشترین ارتفاعی که توانست لمس کند 9070 متر بود که 5 رکورد جدید در کلاس بالگردهای متوسط محسوب می شد. پس از پیروزی انقلاب وی از ایران نرفت و توسط نیروهای انقلابی دستگیر شد و به دادگاه انقلاب سپرده شد. سرانجام پس از محکومیت در دادگاه مفسد فی الارض شناخته و در اقدامی سریع نیمه شب به پنجشنبه 26 بهمن 1357 ساعت 23:45 دقیقه در کنار ارتشبد نعمت الله نصیری، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سپهبد مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران، رئیس شهربانی سابق، جزو اولین گروه افسران عالی رتبه ارشد شاهنشاهی بودند که بر روی پشت بام مدرسه رفاه تیرباران شدند. یادش گرامی و روحش شاد.